سلام، به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون خوش اومدید. در این ویدیو میخوام کاخ موزه زیبای سعدآباد رو براتون به نمایش بذارم. ازتون میخوام تا آخر ویدیو با هم همراه باشید و از دیدن اون لذت ببرید. کاخ سعدآباد دو تا ورودی داره. اولین ورودی همینی بود که الان از اون وارد شدیم و انتهای خیابون طاهری هست و ورودی دوم هم ورودی دربند هست. کاخ سعدآباد داره 11 مجموعه و 2 کاخ هست که میتونید از اون دیدن کنید و من در این ویدیو 7 تا از زیباترین اونها رو براتون به نمایش میذارم. با من همراه باشید و اولی ویدیو ازتون میخوام که کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای قبلی رو هم ببینید و نظرتون رو برامون کامنت کنید. اولین مجموعه ای که میخوایم ازش دیدن کنیم کاخ سفید هست که اسم امروزی اون کاخ ملته. کاخ سفید بزرگترین کاخ مجموعه سعدآباد است که به خاطر رنگ سفیدش به کاخ سفید معروفه. این بنا به دستور رضا شاه در سال 1310 ساخته شد. قدم به قدم این کاخ شامل 54 قسمت مختلفه و پر است از آثار هنرمندان مشهور ایران. کاخ سفید یکی از زیباترین کاخهای مجموعه سعدآباده که دیدنش بسیار لذت بخش خواهد بود. قسمت تالار پذیرایی کوچیک هست و یک سالن مخصوصی بوده برای پذیرایی مهمونایی که کمتر از 20 نفر بودن و همچنین محلی برای برگزاری جلسات رسمی. اینجا هم دفتر کار شاه هست. دیوارها همه پوشیده از پارچه، پنجره هاش هم که ضد گلوله است. هم این اتاق هم همه اتاقایی که میبینیم پنجره ها ضد گلوله و سقف هم که کچپوری شده همراه با ورقه های نازک طلا و زیبایی رو دارید میبینید که واقعا هر بیننده ای رو محو خودش میکنه. سه قسمتی که با هم دیدیم در طبقه پایین کاخ ملت قرار داشتن و الان میریم طبقه بالا و اتاق طبقه بالا رو با هم دیگه میبینیم. این نقاشی های رنگ روغن نورگیر کاخ که دارید میبینید روایتگر داستان های شاهنامه است که توسط استاد حسین بهزاد نقاش برجسته ایرانی تا سال 1320 هجری قمری تکمیل شد. این اتاق هم سفره خانه هست که میزهای نهار رسمی سلطنتی در اون قرار داره. یکی دیگر از بخش های جذاب اتاق ها فرش های اوناست که همگی با ابعاد بزرگ هستند. مثلا فرش این اتاق 145 متر مربع است و همچنین دیوارهای اتاق ها که پر شده از تابلوهای زیبا که اثر هنرمندان مختلف جهان است. سالن تشریفات هم تالار مخصوصی بوده برای اجرای ملاقات های رسمی. Thank you.
تو این خوابگاه زیبا تمام لوازم‌های مخصوص بانو فرح دست نخورده نگهداری میشه. از شیشه اطراش گرفته تا ظروف نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی و مبل و دستگاه ماساژور فرانسوی. حتما نظرتون رو در مورد خوابگاه بانو فرح برام توی کامنت ها بنویسید. اینم از اتاق انتظار کوچک، آخرین اتاقی که از این کاخ زیبا مشاهده کردیم. موزه پوشاک سلطنتی که در دل کاخ سعدآباد قرار داره یکی از جذابترین موزه های تهران است که نگاه هر گردشگری را جذب می کند. در این قسمت هم کلاه و کفش و مدل دیگه از لباس های دوران قاجاریه را مشاهده می کنید. جذاب ترین اونها جلیقه است که در کمد انتها قابل مشاهده است که متعلق به عیان دوره دوم قاجاری است که با پارچه مخمل و یراق های زیبا دوخته شده. این لباس ها هم متعلق به خواهران محمد رضا شاه هست، یعنی شمس و اشرف پهلوی. و این لباس مجلل سرمه رنگ رو هم که مشاهده می کنید متعلق به تاج الملوک همسر دوم رضا خان پهلوی ملقب به ملکه مادر هست که این لباس رو در مراسم ازدواج پسرش محمد رضا شاه و ثریا پوشیده. لباس های زیبایی رو هم که در این قسمت مشاهده می کنید همگی متعلق به بانو فرح هست که در مراسمات مختلف از اونها استفاده می کردن و در اینجا به معرض نمایش گذاشته شده. دیوارهای موزه پوشاک سلطنتی پر هست از عکس‌های دوران قاجاریه و دوران پهلوی که بخشی از اونها رو براتون به نمایش گذاشتم.
این بنا زمانی محل سکونت شمس پهلوی خواهر محمد رضا شاه بوده و در اصل ساختنش به دوره رضا شاه برمیگرده. موزه پوشاک سلطنتی با مساحت 2600 متر و تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی در دو طبقه و یک زیرزمین، علاوه بر پوشاک سلطنتی و درباریان، اشیا و ظروف گرانبها و هدایای دوره قاجار و پهلوی رو هم به معرض نمایش گذاشته. ظرف گل یا میوه که در وسط این میز غذاخوری مشاهده می‌کنید، اسم دیگرش جاردنی است که از روکش نقره است و ساخت کشور انگلیسه و نام رضا شاه پهلوی در یک سمت اون و در سمت دیگرش نقش شیر و خورشید و آرم تاج پهلوی حک شده.
این کاخ موزه زیبا رو هم که دارید میبینید کاخ موزه سبز هست، اما اجازه فیلم برداری از داخلش رو نمیدادن. اما یک کاخ خیلی خیلی زیبا بود که پیشنهاد میکنم حتما اون رو ببینید و من تونستم فقط چند تا عکس از اونجا بگیرم که براتون گذاشتم. ممنون که تا آخر ویدیو با همون همراه بودید. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو در مورد این ویدیو برامون کامنت کنید.